28 سال است نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود و تقریبا مثل بیشتر سالهای گذشته بعضی از ناشران از محدودیت ها و سانسور شکایت دارند. جمع‌آوری بیش از 10 عنوان کتاب می تواند تاییدی بر این ادعا باشد. کتاب هایی مثل من و سیمین و مصطفی، چرا ملت ها شکست می خورند، شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری و حتی کتابی به زبان انگلیسی با عنوان درآمدی انتقادی درباره خمینی. اما آقای روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت تلاش میکند کمک کند. دولت هم همواره در مسائل فرهنگی هم فضا رو خواسته بازتر بکنه در امور فرهنگی و هم خواسته از لحاظ اقتصادی حمایت بکنه و کمک بکنه. همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشرین در نمایشگاه کتاب گفته کتابهایی که احتمال وجود محتوای خارج از ضوابط دارند جمع‌آوری و بررسی میشوند و اگر مشکلی نباشد دوباره به نمایشگاه برمیگردند. البته بررسی کتاب چند صد صفحه‌ای در 10 روز و برگشت به غرفه ناشر کمی غیر ممکن به نظر میرسد. بیشتر این کتاب‌ها هم مجوز نشر وزارت ارشاد دارند اما بنابر ضوابط نمایشگاه جمع‌آوری میشوند. ضوابطی مثل تحریف یا انکار مبانی نظام اسلامی، سکولاریسم و ترویج و تبلیغ فحشا یا محارب، ضد انقلاب، اهانت به آیت الله خمینی و آقای خامنه ای. حتی گفته شده بعضی از کتاب‌ها به علت ترویج خرافات و محتوای طالبینی جمع‌آوری شدند. این محدودیت‌ها فقط شامل کتاب‌ها نیست. امسال غرفه انتشارات حیان که کتاب‌های علوم پزشکی چاپ می‌کند، به دلیل کمکاری در سال‌های گذشته توسط حراست نمایشگاه به طور کامل برچیده شد. اما مهدی خزری صاحب امتیاز این انتشارات گفته دلیل آن خصومت شخصی علی جنتی وزیر ارشاد با او بوده است. حالا هم برای اعتراض اعتصاب غذای خوش کرده است. امسال ناشران فارسی زبان از افغانستان در این نمایشگاه شرکت کردند و امیدوارند در بازار کتاب ایران راه پیدا کنند. هرچند ارسال چندین کتاب از افغانستان به این نمایشگاه ممنوع و باعث جنجال شد. شاید هم ناشران افغان در آینده کتاب‌های ممنوع نویسندگان ایرانی را چاپ کنند. چندان هم دور از انتظار نیست، چرا که صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارشاد اسلامی درخواست مجوز چاپ 2 کتاب ممنوع شده اش را کرده و اینکه اگر مجوز نمی‌دهند بگذارند در افغانستان منتشر شود. به هر حال نمایشگاه تهران بیشتر مرکزی برای عرضه کتاب‌های قدیمی و دانشگاهی شده است تا اینکه محلی برای ارائه تازه‌های ایران و جهان باشد. اوضاع اقتصادی هم باعث شده کتاب از سبد بیشتر خانواده‌های ایرانی حذف شود و نمایشگاه کتاب به محلی برای وقت‌گذرانی و تفریح تبدیل شود. شهریار سیامی، بی بی سی.